میکنیم با های یحیا صدیقی آگاه مور اقتصادی سلام وقت شما بخیر خیلی خوش آمد برنامه سلام به شما و همکاران محترم شما و با بینندگان بحث ما شما ممنون قای صدیقی آنچنان که بانک توسعه آسیایی میگن که اینها در درازهای دو سال قرار است که دو میلیارد دلار به افغانستان در بخش های گوناگون اینا کمک داشته باشند واقعا به خاطر موثریت این کمک ها حکومت افغانستان باید کدام مورد نظر بگیرد حداقل راهکار در این بخش میتونه چی باشه حکومت افغانستان از نزدیک با ایشن دیبلوبمنت بینک کار میکنه با بانک شاف آسیایی و طبیعی که از نظر از دیدگاه آگاهان امور اقتصادی و ملت و مردم ما باید با اولویت های لازمه بپردازن که از جمله فیلن چیزهایی را که مشخص کردن روی سکتور ترانسپورت، انرژی و زراعت که به نظر ما کار خوب و مثبت است ولی اگه با این سه برنامه کار شوه واقعا مؤثر است اما چگونه باید این کمک ها به مصرف برسه بیشتر مردم شاکی هستند از نحو مصرف این کمک ها نه و مصرف این کمک ها از حال نه از حال سالیان متمادی از شروع مداخله خارجی ها در سرنوشت افغان ها هم انتقاد برانگیز بوده و هم نتار قناعت ملت رنج دیده و در دیده افغانستان فرام بکنن این بسیار یک بحث جالب شما مطرح کردین اما روی هم رفته چون ما شما محتاج هستیم در اکثر موارد امی احتیاج ما باعث میشه که ما حتی با خارجی ها یعنی از کمک هایی که به این ملت و مردم ما میشه و نام ما در سطح دنیا بد شده به نوان یک کشور کمک گیرنده در حالی که ما با این ذخایر و با همه امکانات مادی و معنوی که داریم باید در در جمله کشورهای کمک دهنده باشیم اما متاسفانه همین مشکل هست بله بله حکومت افغانستان به خاطر از اینکه که اینمی کمک ها را به گونه درستش اینا به مصرف برسانن که هم اعتماد جامعه جهانی را به دست بیارن و هم اعتماد مردم را به دست بیارن از دید شما باید چگونه کار بکنن شفافیت در نظام های پیشرفته دنیا و در کشورهای پسا جنگ ما تجربه بعضی کشورهای دیگر هم مطالعه کردیم اونا وقت مثل کره جنوبی وقتی باید موارد بر میخورن و در حالت اجبار و مجبوریت کمک کشورهای دیگر میپذیرن باز اینها به خاطر که کمک ها هدر نره اتاقای فکر ایجاد میکنن مهوریت را ایجاد میکنند که روی او مسائل که برشان کمک میشه بحث بکنند، اولیت بندی بکنند و با شفافیت کامل پول به مصرف برسند او پولی که در برابر عزت و آبرویشان برشان داده میشه باید با کمال دقت باید یک ملت رنج دیده باید به با مصرف برسند اونا اتاقای او فکر ایجاد میکنند متخصصین هم میارند از ضرورت مردم خود اولیتمندی میکنن از روی پریارتی های بسیار مهمشان باز میگن برای خارجی ها یا را قناعت میتن که ببینین شما آمدین میخواین در اینی برنامه مصرف کنین پول اما ما میخواییم اینی اینی ضرورت های اساسی مردم ماست مثال یکی از تجربه بسیار خرابی که ما در طول مداخله خارجی ها یا به حساب کمک هایشان در افغانستان داشتیم البته با تشکر از همه ملت های دنیا که بر ما کمک کردن اما خانی را بر ما سی هزار دلار کرام میگرفتن برای یک اینجو برای یک موسسه برای یک مثال یک که با خانه ما کمک میکنه هم متاسفانه چیزی را که با, با دلار او خریداری میشد یا با 200 هزار دلار خریداری میشد ما برشان میگفتیم که شما سی هزار دلار کرا 200 هزار دلار خانه بخرین شش ماه کرایزی زی خانه خریده میشه و این کرایه دار کرا را میگیره میره اما وقت ما میمانی میخوانه بر ما میمانه و با مو نامی که شما مثال فکر کنین یک پروژه کمک با خانه ما بده اونمو برامو خانه ما میمونه پایدار و که باز با رفتن شما باز ما وادار نمیشیم که باز کرایه داده نتونیم و همه برنامه ما زر به صفر شه متاسفانه متاسفانه نه خارجی ها با حرف ما دقیق گوش میکنن و نه داخلی ها و حکومتی ها ما را سپورت میکنن متاسفانه اما اکنون از طریق بودجه ملی افغانستان قرار است که تمامی کمک هایی که از طرف جامعه جهانی البته تمامی یک بخش از این کمک ها به طریق بودجه ملی افغانستان به مصرف برسد آیا میتونید که موثریت ایجاد بکنه اما هنوز هم نهادهای غیر دولتی هستند که اینا اینا به خودسر اگر بگویم اینا میتونن که خودشان پروژه ها را عملی بکنن که رئیس جمهور هم انتقاد کرده از بابت این کمک ها؟ یکی از انتقادهای بسیار مهم از جمله ما شما باید داریم که عملکرد غیر شفاف اینجوا در افغانستان و عدم بازپرسی از اینا در قسمت مصرف پول های کمک شده به اینا یک معضل بسیار بزرگ و جدی است از جمله ما یاد باید داریم که دکتر سیب رمضان بشردوست به عنوان وزیر پلان وقت حکومت آقای کرزی امی شجاعت بخش داد امی اینجوها را با باسپرسی اینجوهایشان محتل قرار داد اما متاسفانه به آواز از او تا تال کسی نشینید و توجه لازمه نکرد ما باید از اینا بازپرسی بکنیم بله بله خواهی صدیقی یک سوال دیگه میخوام داشته باشم که شما کمک های بانک توسعه سیاسی در افغانستان در هر بخش که تا کنون عملی شده چیگونه میبینید؟ واقعا چقدر تانسته که این کمک ها مسئلیت داشته باشه؟ اگر از نظر فیصدی بگویم که یک کم روکراست برتان بگویم ما به عنوان یک دانشجو اقتصاد من میگم که حد مسئولیتش حد اقل با انصاف بگویم سی تا چل درصد در حالی که حد اعظمش برای ما شما معلوم است که باید نوات فیصد تا صد فیصد باید کارا میبود اما متاسفانه نسبت عدم شفافیت نسبت مشکلاتی که خارجی با سطوح مردم با آدم های غیر حکومتی در تماس نیستند. و نمیتونن خوب درست راهنمایی شون یکی و یکی یک چیز دیگر هم ما با استفاده از این شما بگویم که عملکرد ضعیف و عدم بازپرسی از حکومت افغانستان حتی ملت ما را در قسمت ش... نیت خارجی ها به شک مندازه. مثال ما نمیتونیم بفهمیم که خارجی ها آیا واقعا برای کمک آمردن یا صرف برای نمایش یک سوال بسیار کلان است تشکر آقای، یعنی سپاس از این که با من وزدید. ممنون شما سلامت باشی. سپاس.